سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردیلپی هستم، خوش اومدید به گیم پلی دیگه از بازی کوکینگ سیمولیتور. این بازی رو خیلی وقت پیش تقریبا اوایل کارم توی یوتیوب چند تا گیم پلی ازش گذاشتم، ولی خب کیفیتشون و اینا خیلی پایین بود. الان دوباره دلم واسش تنگ شده بود و گفتم یه گیم پلی دیگه ازش بذاریم، بد نیست. بچه ها لطفا جدید هستید تو کانال من و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما منو سابسکرایب کنید و اگر ویدیو و گیم پلی و کل کاری که تو کانال دارم انجام میدم خوشتون اومد، حتما لایکشون بکنید. نظراتتون هم راجع به ویدیو و گیم پلی و کل کاری که تو کانال دارم انجام میدم برام تو کامنت ها بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم و همشون رو جواب میدم. اگه پیشنهاد یا انتقادی هم داشته باشید که به کارم بیاد حتما ازش استفاده میکنم. پیج اینستاگرام و لینک کانال تلگرام هم تو دیسکریپشن براتون نوشتم، میتونید تو اون دوتا هم جوین بشید و یه سری از ویدیو رو از اونجا هم تماشا بکنید. بریم ببینیم چی کار میخوایم بکنیم این دفعه. خب 100% نیو گیم رو میرم چون اصلا هیچ کار خاصی انجام نداده بودم توش. سوپر هات چالش، کوکینگ ویت فود نتورک، کریر مود، کوکینگ اسکول و یه سری مود دیگه که داره. اون گیم پلیری که قبلا از این بازی گذشته بودم همشون سند باکس مود بوده، یعنی هر کاری که دلمون می‌خواسته میتونستیم توی بازی انجام بدیم. این دفعه میخوام یه جور دیگه‌شو بازی کنم، مثلا کریرشو بریم ببینیم میتونیم مرحله‌هاشو رد کنیم یا نه. خب این الان کریر مودشه ولی هیچ کاری بهمون نگفته انجام بدیم که. کراوچ، آخه وسط آشپزخونه برای چی باید بشینم من؟ خب چی میگه اینجا؟ میگه که یه چیزی گفت دیگه، زدم رفت نتونستم بخونم اصلا. مثلا که یکی دو ساعت دیگه رستوران باز میشه و یه سری سفارش باید بزنیم. اون چی بود؟ اوردر چی بود اصلا؟ این چیه؟ نون و پنیره؟ ببینم چیه؟ آها سیب زمینیه، فیله سالمونه، آب با روغن آفتابگردون و نمک و فلفل سیاه. خب اول یه بشقاب باید پیدا کنم. کجا بود؟ کجا؟ 7 دقیقه هم بیشتر وقت نداریم. بشقابه کجا بود؟ لعنتی رو کجا گذاشتین؟ آها تو آشپزخونه بود فکر کنم. یه دونه بشقاب اول بردارم. سی چرا؟ این مگه نبود؟ اصلا کلیکه. اوه همین اول بازی زدم ریدم تو بشقاب. ای بابا یه بیرون دیگه. بیا 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 آروم آروم آروم. آریکا آچو بریم. خب بشقاب جا دم دست میذارم که سریع توش. ای بابا عجب بدبختی داریم و بشقاب چقدر جنسش بده. یه بیرون یه بیرون ولی کلا یه آشغال بشقاب هم گذاشتم صرف کنم. وای یه بشقاب دیگه. 30 تا بشقاب چیکوندم تا الان، یه دونه بشقاب سه آدم نتونستم در بیارم. آها حالا وای نهنه تو سرویس بابا، بیا بیرون دیگه. خب بشقاب میذاریم این رو که سریع از تو آشپزخونه وسایل رو بیاریم بچینیم توش و غذا رو درست کنم که داره دیر میشه. باز کن درو باز کن بودو. خب فیله سالمون رو میخواست، سرخش باید بکنم. آبپز بود، چیکار باید بکنم اینو دیگه؟ چی؟ سیب زمینی پوتیتو اینا آشش. یه دونه سیب زمینی بده. پولش هم داره ازم میگیره بابا، من باید پول بگیرم دارم این کارا رو میکنم، پولش هم تازه داری میگیری ازم. خب همینجوری میندازم پس وسط تو بشقاب. آب، روغن آفتابگردون. روغن کجاست؟ روغن کجا گذاشتین؟ یه کیسه سیب زمینی هم اینجا داریم، پیاز هم داریم. پیاز هم میریزم توش. چی اومد اینجا؟ یکی اومد تو انگار. نیاد تو کسی. خب روغن کو؟ آها روغن رو گذاشتم این پشت. برو اون ور تو. اینم روغن آفتاب گردون یه مقدار و فلفل سیاه گفته بود دیگه. اینم فلفل سیاه. چقدر تایم دارم؟ سریع باید یه چیزی درست کنم بدم دست مشتری که نپره. آب از کجا بیاریم حالا؟ نمکم میخواد. نمکم اینه دیگه. بکنم هر طرفشو باید 60 ثانیه سرخ کنه. حالا من سرخ میکنم میندازم جلوش دیگه مثل سگ. پوفیوزو مایتابه کو. در یخچال هم صاحبکارم بهم گفته بود ببند که برق زیاد مصرف نکنه و یخچال نسوزه. مایتابه همینجوری بذارم تو فر درست چی هستن الکی وقتمون رو تلف نکنیم یه چیز آشغال درست کنیم واسه شما. اینا مایتابه اینجاست. بذار حالا که داریم کارو انجام میدیم دیگه درست واسش انجام بدیم دیگه. خب اینو میذارم این بغل، بعد تمام وسایل دوباره میارم این بر. نمیدونم چرا چیدم اون بر که دوباره دونه دونه بیارمشون، ولی میارم دیگه.
دم دستم باشه. 7 دقیقه انصافا خیلی کمه، ماهی خامم 7 دقیقه درست نمیشه. ماهیه که قیافش درسته بود اونجا دیگه نمیخواد ببرمش. سیب زمینی رو دو تا قاچ میزنم که مثلا خیلی کار کردم اونش. خب اینم از این ماهیو که میندازیم این تو، یه مقدار روغن بهش اضافه میکنم. چی شد؟ نشد مثل اینکه. برو برو برو، این نشونه کجا بود؟ اه نه 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 نریز، بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو. خوبه خوبه، گفتن کم روغن باشه مثلا. خب اینم دیگه لازم ندارم. سیب زمینی رو دوتا قاچ میزنم. اینجوری درسته نندازیم جلوش دیگه، گناه داره. ببرش ببر سیب زمینی رو. خب مثل اینکه سیب زمینی از بریده شدن داره مقاومت میکنه، همینجوری درسته میخواد بره تو مایتابه، اشکالی نداره. تو رو هم همینجوری درسته میندازم این تو و نمک بهش اضافه میکنیم یه مقدار. شور بزنم یارو سکته کنه سر میز، گناه داره. ولش کن، گناه داره. ما کارمون رو میخواییم درست انجام بدیم. بابا ول کن دیگه، اینم میذارمش اینجا. تندش میکنم ولی دیگه، من آشپزی هم که غذا رو تند درست میکنه دیگه. اگه نمیخواید نیایید این رستوران وقتی من هستم، پاتون رو توی این رستوران نذارید وقتی که من اینجا دارم آشپزی میکنم، چون غذا تنده. یعنی یه جوری تندش میکنم که یارو 3 دور دور رستوران بوده. خب اینم میذاریم اینجا و گاز رو روشن میکنیم. کدوم شعله است فقط این؟ اینه. بیا برو درست شو. به 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 به، حالا خودم از ماهی متنفرم و یعنی بوش بهم بخوره حالم به هم بخوره. تایمی که دارم اون نزده اینجا چقدر دیگه مونده؟ 2 دقیقه. 2 دقیقه. بودو بسه. خوبه، درست شد. یه ذره فیله هم به پزه تمام سیب زمینیه که داره میسوزه مثل این که تقریبا. آخ اینا رو حالا نمیتونم خالی کنم اصلا، اون ملاقه رو باید بیارم. سیب زمینی رو تا دمسوز شدن میذارم باشه، فیله رو نصفه بر میدارم، روغنم که حالا حالا کار داره. اوه اوه داره میسوزه. سوخت. قاموشش کن. عالی شو، عجب غذایی. غذا رو با تمرکز میریزیم توی بشقاب. این روغنه رو نمیشه بریزم بیرون، اندازین تو انداز. خب خوبه، همین جوری میذارمش جلوی یارو تا اون باشه دیگه. این غذای شروور سفارش نده. آخه سالمون و سیب زمینی چرا؟ گخته دیگه، اوکیه. آقا بیا برد و برو، بیا غذا تا ماده است. آره کی بود؟ بردار ببرش. خب مزه سگ میداده مثل این که تایم هم اوکی بوده، اسکورم هم مفت نمیارزید. اشکال نداره، غذای آتشخال سفارش داد دیگه. من چه دیگه چی میخوان؟ اوه اوه اینو ببین، این دیگه چیه؟ این ماهیه درسته است مثل این که. بازش کن ببینم چیه. خود ماهیه، چه کثافتکاری هم. حالا امروز شانس ما همش ماهی. خیلی من از ماهی خوشم میاد. این آشغالو همینجوری میگیرم دستم میندازمش تو مایتاب قبلی. یه بار توش غذا درست کردیم دیگه، روغنش هم هنوز اوکیه. دیگه چی؟ لیمو. سبزی هم میخواد یارو. لیموها توی یخچاله. چرا بقیهشون اینجاست، لیموها رو گذاشتی توی یخچال؟ چرا تبعیض قائل میشید آخه؟ میذارمش همین گوشه باشه فعلا لیمورم. دیگه چی؟ یه سبزیجاتیه اینجا که من نمیدونم چیه، امیدوارم که راحت فقط پیداش کنم. باید بچینم یا هست؟ سبزیه کجاست؟ سبزی؟ این تو نیست؟ این تو که هیچی نیست. این چیه؟ شاید اینه. نه اینم نیست. اینجا هم که هیچی نداریم، شاید باید بخرم مثلا. نمیشم خرید الان، هیچ کدوم همون باکس ها نیست. یه بار دیگه نگاه بکنم، سبزی تازه هم هست. از کجا بیارم من اینو؟ خب سفارش میگیرید اول موادش رو آماده کنید. چه کاری آخه؟ الان این که هیچ نداریم آقا، اینو نداریم. دیگه چی؟ فلفل سیاه هم که اونجاه. یکی چیه؟ بازم یه سبزی دیگه هست. یه سبزی دیگه هست، اونم باز یه سبزی دیگه هست. سبزی ها رو من از کجا بیارم آخه؟ تا
میتونم بخرم اینجا؟ آره اینا ها، این یکیشه، این یکی از سبزی ها. این یه دونه رو آخه منو دو ساعت فرستادید برم اینو بخرم بیام، اینم میندازم اینجوری تو، میدم ماهیه بخوره اصلا اینا. حالا که اینجوری شد دیگه چی بود؟ آلزایمر گرفتم، یادم میره. حتی اینا رو تا الان ندیدم. فلفل سیاه که هست، یه چیز دیگه هم هست، نمیدونم چیه، باید اینجا رو نگاه کنم. من اینجا بود کنم. اینا باشه، اینا هم میخوایم. ادویه بودیم، ادویه بودی داشتیم که اینو الکی رفتیم خریدیم، عکسش یه جوری گذاشته انگار ادویه نیست. خب دیگه چی؟ یه چیز دیگه هم هست که باز اونم نمیدونم چی هستن. اینه، این فکر کنم ادویه چغندره مثلا، یه همچین چیزاییه. من همه رو قاطی میکنم با هم دیگه، اصلا کاری ندارم کی به کیه چی خواسته، همه رو میریزم تو مایتابه مثل سگ سرخشون میکنم. یه کات بزنم مثلا، مرسی، خوبه، بندازه شما، بنداز اون ور دیگه لازم ندارم اینو. خب روغن به مقدار لازم، بایسا نه همینجا بریز، بسته مثل قبلی زیاد میشه، دوباره حال یارو به هم میخوره. این همه زحمت میکشیم، چهار تا فوش هم میده میره بیرون. اینا رو که نمیندازم فعلا تو مایتابه، همون سبزی و ادویه ها رو بهش میزنم فقط قبل از سرخ شدن. فقط نمیگه من سرخ کنم یا نه دیگه، من هر کاری دلم بخواد میتونم بکنم دیگه، دست آشپز رو باز گذاشتن تو این مرحله. اینم فکر میکنم کافی باشه، نمیدونم اصلا چی بود. فلفل سیاه، دوباره انقدر فلفل میزنم که یارو بدوه تا خونه شد. بریز اوکی، یه بو سگ این بیناموس رو بگیره فقط. آشخالو چیه این ملت سفارش میدن آخه؟ چیزای با حال سفارش بدید درست کنم دیگه. و این بکنم پودر چغندر هویج، چیه این؟ اینم به مقدار کافی میزنم و روغنم که ریختم و اینم میره رو گاز دوباره. باز روشن بکنم، این دفعه میخوام رو اون یکی شعله درست کنم، اون مثل که شعلهش خیلی قوی. بازم این لاشه ماهی رو ور میدارم میذارم رو گاز تا قشنگ بسوزه. نگاه دیگه بکنم ببینم چقدر تایم داریم. 3 دقیقه وقت دارم تقریبا، هر چی که میخواست کوفت کنرم گذاشتم واسش دیگه. فقط این که دیگه اینجا یه سری نکات رو گفته، هر چیز مهمی نیست، گفته هر جوری دلت میخواد درست کن، هیچ کی هم هیچ حرفی نمیتونه بزنه. ببینم چه خبره. خب تایم داری بذاره، میخوام یه چیزی به غذا بزنم که دیگه مشتری پاشو هیچ وقت اینجا نذاره. یه چیزی واسه درست بکنم. ماهی میخوای ها؟ ماهی میخوای بخوری؟ یا اول فصل، این رو گاز الان چه اتفاقی واسهش میفته؟ شاید اتفاقی اصلا واسهش نیفته. عجب غلطی کردم واسه غذا. وای برشته اینو بردار که اصلا کار جالبی نیست. یه جا بذار دیگه، بذارم اینجا، بذار اینجا. چی ها میشه با این گاز کرد آخه؟ سوخت، غذام سوخت، سوخت. برشتار اینم بدیم دست مشتری. بچه هم کو همینجوری با مایتابه بدم بره، اینجوری سروش میشه که نمیشه. باید بزنم تو بشقاب. این بشقاب در بردنم سخته، حوصله‌شو ندارم اصلا، ولی چیکار میشه کرد دیگه، باید بریم بیاریم، راهی نداریم. حالا جا هم نیست این کوفتی رو بذارم، من بذارمش همینجا فعلا. یه بشقاب دیگه بردارم بیارم. چه کثافتکاری را انداختم اینجا، همه چی رو زدم ترکوندم. خب میتونم یکم مسخره براش سرو کنم، میتونم مثل آدم بدم بهش. تو این جا نمیشه، بزنم اینجوری بدیم. بنده خدا کلی منتظر بود غذا شما ده. ای بابا یکی نیست بگی آخه این جلویا رو بردار دیگه، چرا میری اون تبش خواب برداری؟ هر کدوم رو بردارم میشکنم. وا بسه دیگه، در ما رو در آوردی بابا، ای زرت و زرت بشخاب میشکنیم چرا؟ داره میسوزه کابینت داره میسوزه، مثل اینکه چیزیش نشده. اینجا
بندازش تو سبزیه کو سبزیه رمه سبزیه افتاد رو زمین چرا حالا با هزار تا بدبختی من باید اینا رو بردارم این چنگک ها اینگک ها کجاست یه سری چیز میز بود میشد بردار اوه اوه 50 ثانیه ولش کن اینو میشه بردارم نیفتی بیرون نیفت رو زمین دیگه این فیل شد دیگه این دیگه به درد من نمیخوره توف تو این غذا توف باز نیفتاد تو بشخوا باز نیفتاد این تو بشخوا این فیل شد مثل این که اصلا بابا دهن تو سرویس ماهیه لج کرده با ما بدجور رو نمیخواد بره تو این نمیخواد خورده بشه آقا بیا همینجوری بذارم دهنت ماهیو هستم با ملاقه کفگیر اوه تمام شد تمام شد تمام شد بدو 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 ول کن تموم شد بابا بنداز اینو ای بابا حالا یارو سوپ میخواد سوپو که دیگه اصلا نیستم درست کنم حالا اینم مسش درست میکنم اشکالی نداره سومین مشتریمونه اینم گناه داره از مشتری چهارم به بعد دیگه اون روی سگم بالا میاد خب این چه کوفتیه این که ماهیه بود ایچی اینجا اینو الان میشه بهش بدم بخوره حالا دیر شد دیگه ذره اشکال نداره بذار چیزم بکنم مثلا چون دیر شده یه دونه لیمو بسش میدادم اونم به خاطر اینکه دیر شد فقط اگه سر موقع غذاش آماده میکردم یه دونه لیمو هم بهش نمیدادم فقط کله ماهیه رو میفرستادم بری یا کوفت کن لعنتی پدرمون رو در آورد اوه خوشش اومد مثل این که بد نبوده بابا باری کله پول بده پولشو بده لعنتی داد پولشم خب سوپو این دفعه یه چیز جالب برای رو درست میکنم دیگه ببینم چی باید بریزیم توش گوجه و پیاز و یه سری داستان دیگه حالا یه سوپی به یارو بدم بخوره یه چیزی بهش بدم تا عمر داره دیگه نیاد سوپ سفارش بده واقعا اینو بندن این تو دیگه چی بود؟ پیاز بود؟ آره کجایی؟ اینجاست یه دونه پیاز پوسکنده یه تر و تمیز اینم میندازمش این تو دیگه چی؟ این چیه؟ نمیدونم چیه ولی میریزم اینو میکشم دیگه اینو میکشمش زهر مار بابا چه خبرته؟ بریز بریز خیابون شلوغی هم هست مثل این که دعوا شد انگار اون بیرون چه خبره اون پایین؟ باش میشد اونجا رو هم ببینیم این تراسه شبیه تراس هم تو ماینکرافته خب این هم واسهش ریختم که مزه کثافت بگیره یه دونه ماهی درسته هم براش میندازم به خاطر اینکه این تنها کسی بود که ماهی سفارش نداده بود باید ماهی بخوری دیگه امروز اومدی اینجا باید ماهی بخوری آشکار دست خودت مگه ماهی نخوری جارو هم بندازم تو غذاش تلفن هم میندازم تو قابلمه باید بخوره ایف که نمیشه و نه گوشی هم میدادم بخوره سر جاش دیگه اینا چه درست کرد یه چیزی درست کردم با تلفن مثل این که الکی الکی خب اینجا یه چیز خیلی خوشمزه داریم برای خوردن یه بیرون یه ذره هم از این مواد کپسول آتش نشانی بهش اضافه میکنم که قشنگ طعم بگیره قشنگ خوشمزه میخوام بخوره ماهی رو آشغال ماهی سفارش میدیم آی سه چیزی بهت بدم پرات بریزه آقا اینو بذار سر جاش دیگه نمیخوام خب حالا این گاز رو روشن میکنم قشنگ داغ بشه اینو نمیشه گذاشت این رو این گازه قشنگ پاشیده روی ماهیه با حال امیدوارم که منفجر نشه فقط دیگه اینم میذاریم اینجا و یه دونه لیمو درسته واسش میذارم همه چیو خودش دیگه باید درست کنه دیگه من وقت بهم کم میدن نمیرسم این کارا رو انجام بدم این چی؟ همزن ببینم اینا رو میتونم با هم مخلوطشون کنم همه رو با هم قشنگ قاطی کن همه چیو با هم باید مخلوط کنی برو تو چه کثافت کاری یکم فقط در رنگش چی بود؟ یه چیزی اومد بیرون یه اتفاقی این بغل افتاد چی شد؟
اوه اوه اینجا رو ببین، یه چیزی ترکید انگار. چی شده اینجا؟ آقا اینو ولکن ببینم. آه اون کپسوله ترکیده مثل این که ریده شد تو آشپزخونه. اشکالی نداره فعلا صداشو در نمیارم. این کپسوله که اینجاست که چی شد پس؟ این از کجا اومد؟ چرا این شکلی شد آشپزخونه؟ نمیدونم و مهمم نیست. یکم فقط از رنگش معلومه این اون سوپی که این میخواست نیست. اونم اگه سس قرمز داشته باشم درستش میکنم. یکم فلفل قرمزم بهش میزنم که رنگش تغییر کنه. گوجه هم میتونستم دو سه تا دیگه بندازم توش که قشنگ همون شکلی بشه که این میخواد. این چیه؟ این چرا افتاده اینجا؟ چیکار کردین اینجا؟ اینا مثل این که دیگه دارم میسوزن قشنگ. حالا اینم بهش اضافه میکنم که دهن یارو سرویس بشه قشنگ. چرا قرمز نمیشه این؟ 50 گرم فلفل قرمز میخوام بهش بزنم. ولش کن کنه داره دیگه. میمی این که میمیره دیگه. حالا هرچی من بهش بدم بخوره مرده یارو. دیگه هیچ کثافت دیگه ای مثل این که اینجا نداریم بریزیم تو غذای یارو. من نمیدونم دیگه چی میشه به غذاش اضافه که هرچی داشتیم و ریختم دیگه. برم سروش کنم ببینم چی میگه یارو. بشقابم کو. یه دونه بشقاب دیگه بیارم، بشقاب سوپ. قشنگ بشقاب گود خوشگل. قشنگ بشقاب گود. بیا بیرون آروم 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 آروم. برو برو باریکر. خب بشقاب میذارم همین بغل که یه راس اینجا خالی کنم تو بشقاب. تمام. این داغ الان میشه برش داشت؟ چجوری اینو برمیداری بعد یه ماهی رو نمیتونی هر روز همی برداری؟ پوفیوز این الان خالی کردنش حساسه. بریز از بغل میخوای بریزی؟ بیا از اینجا بریز. به به چه چیزی شد. اینو باید بدی اونایی بخورن که ترکیبی میزنن. قشنگ یه چیز حال به همزن حرفه‌ای درست کردم واسه. اینم سوپ لجنزار شما آماده است. نوش جونت، نوش جونت. فقط ببینم ریاکشنت چی. حال کرد، خوشش اومد. باورم نمیشه همچین چیزی خوشش اومد. بچه ها مرسی که این گیم پلی هم تماشا کردید. امیدوارم که این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده بود حتما ویدیو رو لایک بکنید. نظراتتون هم راجع به ویدیو و گیم پلی ها و کل کارهایی که تو این کانال دارم انجام میدم برام تو کامنت ها بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم و همشون رو جواب میدم. بچه ها خواهشن اگه جدیدم هستید تو کانال من و ویدیو رو دارید تماشا میکنید حتما منو سابسکرایب کنید. اون زنگوله کنارش هم بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که با خبر میشه. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.